نمایشگاه بین المللی محصولات حلال در اواخر ماه جاری یعنی روزهای 26 و 25 اکتبر 2017 در شهر کیپتاون دومین شهر پرجمعیت آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. یک واحد تجاری بین المللی قصد دارد با هدف ارائه محصولات و خدمات حلال دارای گواهینامه به شرکتهای محلی این نمایشگاه حلال دو روزه را برگزار کند و خریداران بالقوه از سر, تا سر جهان را در جستجوی محصولات و خدمات نوآورانه جذب کند از دیگر اهداف این نمایشگاه نشان دادن آفریقای جنوبی به عنوان یک مقصد برای محصولات و خدمات حلال اعلام شده است اسمیت چی مدیر این واحد تجاری در این باره گفته است هدف از این گرد همایی ارتقای محصولات دارای گواهینامه نامه حلال است که تنها به محصولات غذایی در بخش کشاورزی محدود نمی شود بلکه محصولات گردشگری و خدمات مالی را نیز شامل می شود. به باورهای رایج این است که آفریقای جنوبی یک کشور مسلمان نشین نیست در حالی که برخلاف تصور مردم این منطقه جامعه اسلامی قابل توجهی دارد. بنابراین هدف اصلی ما این است که به جهان نشان دهیم در اینجا خدمات و محصولات حلال با استانداردهای جهانی را در صنعت حلال داریم اسمیت در ادامه گفت رشدی مثبت و قابل توجه در صنعت حلال به ویژه در مناطق آسیا و خاور میانه شاهد هستیم و هدف دوم ما این است که به شرکت های تجاری در آفریقای جنوبی نشان دهیم که در صورت ورود به صنعت حلال مزایایی به ویژه در بازار صادرات در انتظار آنان است به گفته کارشناسان با توجه به اینکه برای نخستین بار یک نمایشگاه حلال در این شهر برگزار می شود قرار است این گرد همایی آغازگر رویدادهایی در سالهای آینده باشد اسمیت در این باره گفت امیدواریم بتوانیم این گونه نمایشگاه ها را در سالهای آینده نیز برگزار کنیم و قصد داریم نخستین نمایشگاه حلال در قاره آفریقا را در کیپتاون داشته باشیم.